نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روز شنبه 15 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تعبیر عالمه غیر معلمه در مورد حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند: معنای عالمه غیر معلمه این است که علم حضرت زینب سلام الله علیها علم استثنایی بوده و همانند علم متعارفی که دیگران از کودکی از معلم فرا میگیرند نبوده است. معظم الله در ادامه فرمودند: البته علم 14 معصوم علیه السلام علمی متفاوت است و علم هیچ کس در دنیا همانند علم ایشان نمی شود. اما قدری از علم خاص مربوط به معصومین علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها رسیده است. اما طبعا در حد 14 معصوم علیه السلام نبوده است. ایشان با تأکید بر اینکه عصمت کبرا فقط شامل 14 معصوم علیه السلام می شود فرمودند: حضرت زینب سلام الله علیها معصومه به عصمت کبرا نبودند، چرا که عصمت در 14 معصوم علیه السلام منحصر است. اما مراتبی از عصمت صغرا بدون شک در ایشان وجود داشته است. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با وجود ولایت تکوینی در حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند: اگرچه حضرت زینب کبرا دارای ولایت تکوینی بودند، اما اینکه آن ولایت در حد ولایت مادرشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، ظواهر و روایات متواتر حکایت از آن دارد که جلوه هایی از ولایت تکوینی ممکن است که در غیر معصومی نیز وجود داشته باشد و فردی چون حضرت زینب کبرا بتواند بدان دست یابد، کما اینکه در غیر از خاندان اهل بیت علیهم السلام هم برخی از افراد به ولایت تکوینی دست یافتند، که در رابطه با ابن فهد هلی هم مواردی ذکر شده که نزد او جلوه هایی از ولایت تکوینی وجود داشته است. معظم الله در رابطه با وجود مقام شفاعت در حضرت زینب کبرا سلام الله علیها فرمودند: مقام شفاعت را حتی برخی از مؤمنین هم دارا می باشند و این مقام بدون شک از شؤون حضرت زینب سلام الله علیها می باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. هر حال آنی فرمایشی که حضرت زینب آمدین در باره عمشون زینب کردن، نه در باره قمر بنی هاشم، نه علی اکبر سید شهدا، نه دیگران، تنها ایشون را اومدن توصیف کردن که به حمدالله عمتی عالمتون غیر معلمه. وقتی هم بررسی میشه با اون سن کوچیکی میبینه همون غیر معلمه بوده. بله خب از اکبر هم نداره. بله منم ندیدم، اما اونا چه مقامی دارن نمیدونیم. به نتیجه هرچی که فرمودن بلدیم، هرچی که نفرمودن و نرسی یا نرسیده به ما چه میدونیم. یک کسی یه وقت من نقل کردم از مرحوم والد ماها سوال کرد حضرت علی اکبر مقامشون بالاتر یا حضرت ابوالفضل علیه السلام، ایشون فرمودن انشاءالله بهشت که رفتیم و مقاماشون رو دیدیم اگه قابل بودیم که تشخیص بدیم اون وقت میفهمیم. ما چه میدونیم؟ چیزی که خودتون نفرمودن نمیدونیم. این مقام به هر حال مقام اختصاصیه. مقام اختصاصی به حضرت زینب بله، اما آیا این مقام را حضرت علی اکبر هم داشتن، حضرت ابوالفضل هم داشتن نمیدونیم، چون ادات حصر که درش نبوده. نفرمودن تنها تو، فرمودن انتی و حمدالله. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 10:45 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 123، بیننده نشست علمی باشید.